دوستان عزیز، درود. با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های روی خط فور یو در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امشب مهمون ویژه داریم و مهمون ما کسی نیست جز آقای محمود قربانی که ایشون صاحب کاباره میامی بودند و در یک دوره تاریخی با خیلی از سوپر استارهای امروز ما فعالیت و همکاری داشتند و به نوعی در هنر اون سالها که خیلی از کارهای مگاهیت و خاطره‌سازی که اون سالها توسط اون خواننده ها ساخته شد به نوعی ایشون تاثیرگذار بودن و تهیه کننده و خالق خیلی از این، یعنی از لحاظ سرمایه گذاری و معرفی خیلی از این هنرمندا به دنیای هنر نقش داشتن و خاطرات شنیدنی دارن از اون سالها که تصمیم گرفتیم که رو در رو از طریق این برنامه باهاشون صحبت بکنیم. بریم یه بخش کوتاهی ببینیم، من آقای قربانی بیارم رو خط اسکایپ و در ادامه برنامه ها با شما عزیزان باشیم. اسمم محمود، فامیلیم قربانی، بچه خیابون پاستور، آب فرما، شماره خونم 106، پدرمم زغال فروش. میلیون ها پول در آوردم، میلیون ها از دست دادم، با رفتگر محلم آبگوش خوردم و عشق کردم، با شاه مملکتم خاویار خوردم و عشق کردم، خیلی ها رو معروف کردم، خیلی هاشون هم نامردی کردم، خیلی هاشون هم مردی. هم زندان شاه بودم، هم زندان جمهوری اسلامی. قصه دارم هزار هزار، هم عشق داره هم لبخند. از دیروز، از امروز، از فردا. دوستان عزیز، همونطوری که بهتون قول داده بودم در خدمت آقای محمود قربانی هستیم و از همینجا بهشون درود میفرستیم. آقای قربانی، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و این فرصت در اختیار تلویزیون ما قرار دادید که بتونیم با شما صحبت کنیم. من هم سلام خدمت همه بینندگان محترم شما میکنم و از راه دور از صمیم قلب عشقم رو میدم بهشون و ایشالله که روزی در خاکمون همدیگر رو با همه روبرو بشیم و لذت ببریم. آقای قربانی، شما سالیان سالی که به هر حال فعالیت هنری میکنید و افراد خیلی زیادی در کشور ما شما رو میشناسند به خاطر اینکه خودتونم اخیراً خیلی فعالیت تقریبا زیادی توی شبکه‌های اجتماعی دارید و ویدیوهاتون خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته، مخصوصاً راجع به خاطراتی که از اون دوران توی ویدیوهاتون نقل میکنید و خیلی از جوونا که اون دوران تهران قدیم و اون روزگار رو ندیدن با ویدیوهای شما حال میکنن و خیلی از این اتفاقاتی که شما تعریف میکنید براشون جذابه، چون برای خیلی از همسن و ساله من که تهران قدیم و اون روزها رو ندیدیم، شاید بازگو کردن اینا از زبان خود شما که خودتون یه خاطره و یه تاریخی رو با خودتون به یادگار دارید باید خیلی جذاب و جالب باشه و به خاطر همین مورد توجه خیلی ها قرار گرفته. خودتون چه حسی دارید وقتی راجع به اون روزا صحبت میکنید؟ والا من هم اینو از صمیم قلبم میگم، من چون عاشق خاکم هم، عاشق ملتم هم و سعی کردم با این خاطراتی که دارم برای مردم بیان بکنم، هم براشون تجربه باشه، هم خاطرات هنری رو و سیاسی رو داشته باشن. تو خیلی مهمه که مردم علاوه هنرشون و فرهنگشون و اصالتشون چه اطلاعاتی داشته باشن. اینا بوده که وظیفه شخصی خودم دونستم و وقت گذاشتم که این کارها رو بکنم و مردم رو از
تاریخ هنری و غیره آشنا کنم تا اونجایی که خودم اینوالو بودم، یعنی خودم داخلش بودم. برای همین هم فکر میکنم اثر مثبتی داشته باشه برای مردم و فکر نکنم الانم کسی باشه مانند من از گذشته تا حالا و این درد سرار کشیده باشه و بتونه صحبت کنه و از تاریخش و مردمش بگه. این مسئله که هست، ما در شرایطی هستیم که میتونم این کارو بکنم و کردم تا حالا و خدا رو شکر با همه هم صفا کردیم و واقعا درد و دل کردیم و این بود برنامه، این کاری که تا اینجا تونستیم بکنیم و ایشالله ادامه پیدا کنه توسط تمام دوستان. آقای قربانی، میخوام برگردم به سالهای خیلی دور. شما چی شد که اصلا به کارهای هنری علاقمند شدید؟ نه، من قبلا کار هنری نمیکردم. اون موقع که جوان بودیم قبل از که بریم امریکا و پارتی ها میرقصیدیم، راکن رو رو چاچا بامبا. اون موقع ما تو تهران تقریبا حرف اول رو میزدیم تو رقص. از روزی که بعد 18 سال اومدم امریکا و تحصیلاتم در امریکا کردم، رشته هتل داری، برگشتم ایران و هتل میامی رو ساختیم و کاباره و دیسکوتک و همه سیستم هتل میامی با اومدن من هتل ساخته شد. و بعد خب ما از بزرگترین خواننده ها در اون زمان مانند فرانک سیناترا، جکسون 5، ویلسون پیکت، شلی بیسی، آرت آف راگبی، اینا خواننده های بزرگ امریکایی بودن. عرض کنم تام جونز، از این برای پپینو دکابری، پپینو گالیاردی، آلبانو، رومینو باور، دومینیکو مودونیو، از فرانسه جانی هالیدی و غیره، اینا خیلی بود. از لندن خیلی اومدن، از یونان خیلی اومدن، از ترکیه. خب اینا باعث شد که ما این برنامه ها رو تو موزیک آشنا بشم و تونستم حداقل به هدفهای خوبی برسیم. این بود داستان ها که شروع شد. بعد که خب ازدواج من با گوگوش بود و من خب ما اصلمون خیلی طول کشید، اومدیم امریکا تا برگشتیم دیگه گوگوشم 6 ماهه حامله بود و بعدش هم که شروع کردیم برای گوگوش، چون گوگوش خودش عاشق خوندن بود و میخواست رو صحنه باشه، مجبور شدیم که براش آهنگای جدید بگیریم و بتونیم برنامه شیکی رو قشنگی رو درست کنیم که در میامی بتونه برنامه داشته باشه. دیگه من اجازه نمیدادم که این بله مثلا توسط پدرش بخواد مثلا در مولان روژ و این ور و ور برنامه کنیم و همین اینجا باشه. برای اولین بارم ما در میامی خواننده ایرانی رو خود گوگوش بود گذاشتیم. آها، یعنی تا قبل از خانم گوگوش اصلا همش خواننده های خارجی بود، شوهای خارجی بود و برای همینم شوه بزرگی رو درست کردیم برای گوگوش که اومد رو صحنه با ارکستر بزرگ، با دانسر، با کوریس و آهنگ های مثل قصه وفا و بیقرار و خیلی چیزا و گوگوش واقعا روش کرد. و گوگوش خب چی بگم، بچگیش رو صحنه بوده، نمیتونستم این صحنه رو ازش بگیرم، مجبور بودم صحنه قشنگتری بهش بدم که لذت ببره و انجوی کنه. حالا شد هم
زمانها مولان روژ یعنی رقیب شما چه جایی رقیب اصلی میامی حساب میشد؟ یعنی غیر از میامی جای دیگه در تهران بودش که به این صورت خواننده های خارجی رو بیاره، یا نه شما یک کتاز بودید اون زمان؟ ببینید ما میامی نایت کلابش برای نایت کلاب ساخته شده بود. مثلا شما با کارا و شکوفه نو و بقیه اینا برای کاباره سالون ساخته نشده بود. اینا زیر زمین رو برداشته بودن، مثلا کاباره کبان پارکینگ بود، ما رو زیر سینما کرده کاباره. ما کاباره رو از اول پای ریزی درست کردیم، علاوه صدا و پشم شیشه به دیوارا و از کنم نور و صدا و همینا در سطحی بود که حتی تلویزیون ایران نداشت که ما داشتیم. برای همین تلویزیون ایران همیشه میامد تو میامه ضبط میکرد برنامه ها رو. در این حد در اون رده این کاباره ساخته شد فرق میکنه. ما یه سوپر نایت کلاب بود، اونا کاباره بودن. نه منظور منو میگیرین یا نه؟ و همین خواننده های بزرگ دنیا دوست داشتن که بیان تو میامه برنامه بذارن و همه میامدن میامه، همه خانواده های محترم و بزرگی بودن، همه طریق میامدن و لذت برده. ما 1000 نفر مثلا جا داشتیم، 1000 نفر شما بکنید از ساعت 8 تا 10 غذا میخوردن، مشروبشون میخوردن. وقتی شو شروع میشد 2 ساعت 2 ساعت و نیم مردم شو رو تماشا میکردن. حتی گارسون راه نمیرفت تو سالون مگر وسط برنامه داره تغییر میکنه میرفتن. مثلا شما الان اینجا حساب کنید کابارهای خود استانبول و خود امریکا و از این ور به اون ور داریم، مثلا مهم میخونه سینی چلو کباب از روی صحنه میره اون بر، از اون بر بر میگرده. یعنی هیچ احترامی برای خواننده نبود و اون هنرمندهایی که برنامه میذارن اینجا الان در اون ساعته. ما اون موقع حرف اول تو دنیا میزه، حتی خود فرانک سیناترا میگه ما تو امریکا نداشتیم همچین سالونی رو، نداریم. همه اینا توسط ایجنت هایی که ما داشتیم، اینترنشنال ایجنت ها بودن، اونا به ما خبر میدادن که همچین شخصی آماده است میتونه 3 شب برنامه داشته باشه و ما خدا خواسته میگرفتیم، فوری ویزاشون رو آماده میکردیم، کارشون تبلیغات رو میکردیم و وارد که میشدن برنامهشون میذاشتن و 3 شب یا 4 شب میموندن و میرفتن. خب بعد از این داستان هنرمندای خارجی شما به فکر پرورش مثلا آرتیست های جوان ایرانی افتادید؟ این یه داستان بزرگیه که من البته خب با اون موقع گوگوش هم داشتیم. یه شب این داستان جالبه که مردم بدونن. ما محمود رضا برادر شاه با مراد پناهپور مهندس مفرح صاحب بانک صادرات اینا اومدن میامه رو شب برنامه که تموم شد، محمود رضا به شف سالون میگه که ما بخواییم هنرمنده رو دعوت کنه خانم گوش هم بیاد سر میز. البته اون شیف سالون قدرت نداشت بیاد به من بگه همچین حرفی رو، چی نگفت، من هم خبر نداشتم. او گوگوش هم وقتی که میامد از پشت در میامد میرفت رو لباسکنی و میرفت رو صحنه برنامهش رو میذاشت، راننده آماده بود اونجا برش میبردش خونه، هیچ موقع تو سالون نمیامد. خب اینا وقتی که برنامه تموم شد اینا آخرین فردی بودن که پول میزو دادم و خواستم برم بیرون. منم دم در هتل بغل رزپشن هتل
باستادود افسر کلانتری هم اونجا بود، یه پاسدوان هم بود، خلاصه آدم های رزپشن و درمون و اینا هم همه بودن. برای عرضت تا به من رو دید جمله بدی به من گفت، گفت ترسیدی زنتو بخوریم؟ اون حرف اولش من ناراحت شدم و جلو همون افسر کلانتری و اینا محکم گذاشتم تو گوشش، اونم خورد زمین. ای بابا با خورد زمین و خلاصه مفرح و اینا هر کدوم یه لغت بکنشون و اینا رفتم. فرداش تیمسار موسل رئیس شهربانی میامه رو بست. آه با نفوذی که داشتن. آره میامه رو بست و ما گرفتار شدیم دیگه. خلاصه من و گوش خیلی فعالیت کردیم توسط هویدا که بابا یه همچی هتلی رو چرا باید ببندن، یه همچی اتفاقی افتاده، اگر اونا یه همچی دادگاهی هست فلانی هست باید بریم تو دادگاه. به میامه چه ربطی داره؟ ایشون پشت داده کتک خورده، حق نشه پشت بده. آقا ما خلاصه نتونستیم تا توسط حسین دانشور آجدان علی‌عرضه با تونستیم نامه بدیم بهشون و شاهنشاه جریان متوجه میشه که دستور میده تیمسار مبصر عوض میشه و تیمسار صدری میاد و ما به ما اجازه میدن ما واکنیم. از اون وقت دیگه به ما سعی کردیم با هنرمندای ایرانی فعالیت کنیم، گوگوش هم برنامه شروع شد و خلاصه برنامه این حالت شد که ما تونستیم بتونیم بیشتر با ایرانی ها کار کنیم. همه داستاناش هم بکنم گفتم. من 18-19 تا تالنت که الان همه شو سوپرستار هم همه هم من و میامه بوده، نه تلویزیونی بوده، نه شوی بوده، نه ایکسی بوده، نه ایره. حالا بعضی هاشو بگم من تو شوی فرخزاد. خب آقا اگه تو اون آهنگ ها نداشتی، اگر تو اون تبلیغات ها رو نه این میامه نمیگه، فرخزاد شما رو کجا پیدا میکرد؟ الان خیلی جاها مثلا حرف میشه میگن که آقا سکوی پرتاب فلان خواننده شو تلویزیونی فرخزاد بوده، ولی نکته جالبی رو شما اشاره کردید. قبلش اگر فرخزاد هر روز فرخزاد قریب افشار بعشید رمزی نه همه تو میامی میامده آقا ما این خواننده رو به من بده، اون خواننده ما میدادیم آهنگم میدادیم میبرد برنامه ضبط میکرد. تازه فرشید رمزی تمام برنامه ها رو میامد تو میامه زنده ضبط میکرد، چون سالونی که با جمعیت باشه بتونه نشون بدن نداشتن. پس شما کار تهیه کنندگی هم در حقیقت انجام میدادید دیگه، یعنی اونجا هم خواننده‌ای که مثلا نیاز داشتش یه آهنگ داشته باشه که معرفی بشه در تلویزیون، شما مثلا کار هر خواننده‌ای باور کنین هر خواننده‌ای که می آوردین رو صحنه حداقل تا اون می آورد رو صحنه 20-30 تا آهنگ خریده بودیم که بتونن برنامه اجرا کنن. همینطور که یارو میومد میگه من خوانندم بره رو صحنه که نمیشد، که باید متریال داشته باشه که بره رو صحنه. آیا باید این خواننده ارکستر درست شه براش؟ شما هر خواننده من ارکسترهای مختلفی درست کردم، اکویپمنت های مختلفی برای این ارکستراش خریدم و شما حساب کنین چشم‌آذرها از کنم که طوفان‌ها بیتل‌ها علی مراد‌ها عجوبه‌ها اینا از کجا بدن بالا؟ همش به خاطر که ما اکومن می‌خریدیم می‌دادیم، اینا جای تمرین داشتن تو میامه‌ای و
حالا این یاد میگرفتن که چیکار کنن چیکار نکنن، وگرنه کدوم خواننده میتونست آنها باید با یه آهنگ بیاد مثلا خواننده شه بیاد مثلا تو کاباره بخونه یه آهنگ؟ نمیشد که. آقای قربانی شما اون زمان مشاور هنری هم داشتید؟ یعنی کسی بهتون معرفی میکردش این خواننده ها رو یا خودتون حستون میگفتش که آقا این خواننده دارش میگیره؟ خودشون بیشتر میامدن اینا و بعد از جریان گوگوش همه اینا دونه دونه میامدن پیش من، خود هایده، خود داریوش، همه شون اینا اومدن پیش من و من دستشون رو گرفتم. اصلا خود داریوش به خاطر مشکلی که پیدا کرده بوده با فرشید رمزی صداشو قطع کرده بودم، اصلا نه تصویر نه اسمشو نمی آوردم. هم داریوش بود همون کیوان بود اون یکی بود قطع شد و ما داریوشو آوردیم شروع کردیم باهاش کار کردن. ما تبلیغات که می دادیم برای مثلا سل سرویس و کابار و اینا صدای داریوش رو پخش کردیم، چون با تولید جلوش گرفته بود بازرگانی که نمیتونست بگیره. ما خیلی زحمت داریوش کشیدیم، خیلی درد سراش کشیدیم، بیش از هر خواننده داریوش درد سر داشت و خب خدا رو شکر محبوب شد و به اینجا رسیده. اون زمانی که به هر حال جوانهای اون زمان که الان سوپر استارهای بزرگ الان هستن، خب وقتی موضوع برمیگرده به 50 سال پیش دیگه، شاید اون موقع تو سنین 24-5 سالگیشون شما رو میدیدن. همه اینا شما 18 تا خواننده رو من حساب کنید، گوگوش، هایده، داریوش، ابی، شهرام، شوره، شهرام، لیلا گروهر، نوشافری، حکی بنایی، مرتضا، شمعی‌زاده، عقیلی، زد کریم هم حساب کن از کنم همینطور بیا تو پایین، همه اینا مدیون میامه و من هم. یه زمانی بود مثلا در هر آهنگی یا شعری که میخوندن رادیو به اینا 100 تومن میداد. بعد مثلا بتوون، آقای کریم چمنارا به اینا 100 تومن میداد که مثلا صفحه اینا رو پخش کنه. حقوقی نبود. درآمدی. من اومدم همه اینا رو جمع کردم به خاطر خانم گوگوش. چیکار مثلا شهریار قنبری، جنت عطایی اینا رو جمع کردم دور خودم و هر آهنگی رو 10,000 تومن میدادم، هر شعری رو هم 10,000 تومن. واروژان هم همین حالت بود و به اضافه ارکستر بزرگ، نه ارکستر 3-4 نفره برن تو رادیو و با یه میکروفون ضبط کنن. از اونجا تنظیم ها شروع کرد به خواننده ها کمک کردن توسط واروژان. چرا؟ من پول خرج میکردم، 4 نفر ارکست نبود، 30-40 نفر موزیسیان میرم. برای همین آهنگا به دل نشست و الان آهنگا هنوز حرف اول رو میزنم و هنوز هیت هن. شما علاقه همین خواننده که اومدن بعد از انقلاب تا حالا کدوم هیت رو خوندن؟ هیچ کدوم نتونستم بخونم، چون الان هرکی از شکم ننش در میاد بیرون یک کامپیوتر گذاشته آهنگساز شده، نمیدونه اصلا ملودیش چی هست، آیا به خواننده میخوره این شعر و آهنگ، آیا به میمی که صورتش میاد یا نمیاد. آقا اینا زحمت کشیده شده.
اگه این قانون مالکیت اون زمان هم وجود داشت، شما این اثرهایی که تولید کرده بودید الان اثرها به اسم شما ثبت میشد به عنوان تهیه کننده، الان خدا تو من واسهتون درآمد میتونست داشته باشه. بله، الان مثلا الان سلین دیانه همین که شوهرش هم مرده، وقتی میره رو صحنه اول از شوهرش تعریف میکنه و تمجید میکنه چون اون دستشو گرفت. ما کاری به این حرفا ندارم، ولی این ما ایرانی ها تقریبا صفت قشنگی رو نداریم، قدردانی نمیخوام بکنم. فکر میکنن اینا از شکم مادر که اومدن بیرون سوپر استار بودن. من بابا اگه اون میامه نبود، اگه اون پولای بزرگ من خرج نمی کردم، اینا کجا بودن؟ اصلا خواب امریکا رو نمیتونستم ببینم. آقای قربانی، ولی من فکر میکنم هنوز با اینکه این ارتباطات ازش این همه سال گذشته، یه ویژه برنامه شبکه من و تو در مورد خانم گوگوش و آقای مارتیک ساخت و خانم گوگوش زمانی که داشتش راجع به آشناییش با مارتیک صحبت میکردش، یه جای کار راجع به میامی صحبت کرد و گفتش که ما رفته بودیم جایی اجرای مارتیک رو دیده بودیم و بعد برگشتیم تو میامی با مارتیک صحبت کردیم که این بندشو بیاره اونجا برای ما بزنه و ببریمش پاریس. اصلا از این حرفا نبوده، از این چیزا نبوده، یک دروغ بزرگه. ماجرسی آقای وازگن که ارگانیست بود اومد جلو و گفت ما یه بندی داریم و اینا میخواییم اگه شما به ما یه کار بدیم هم در میامه با یه خواننده یا ارکستر ثابت کار کنیم. اینا گفتن بیان دو صفحه بزنیم ببینم. وقتی زدن دیدم بد نیستن. ما اونا رو ارکستر ثابت مثلا 2-0-7 کردیم، ریزدن و اکویمنت خریدیم و کلان خریدیم و بعد آندرانیک اومد جلو. آندرانیک رو جای وازگن گذاشتیم و این ارکستر بزرگتر کردیم، شد بند گوگوش. مارتیک اصلا معلوم چی بود؟ مارتیک یک گیتاریست بود، یک گیتار قلابی هم داشت. در هر صورت اونطوری اینا اومدن بالا و من ارکستر مارتیکش کردم با گروه های خارجی. این گروه خاطی شد، طوری شده بود که گوگوش دو تا جازیست داشت، یکی خارجی بود که ایرونی. تا حالا هیچ کدوم خواننده های اروپایی هم چه حالتی ندارن، امریکایی هم نداشتن. میتونه خانم گوگوش هم بپرسید. پس این ورود مارتیک به دنیای هنر از اونجا بودش، از این طریق بودش، از میامه بوده از... و بعدش اون تور فرانسه که خانم معرفت بی کلاسه که میاد دروغ میگه جلو دوربین. مرد تو نون نمک میامه رو خوردی، زندگی مال میامه بوده. حتی برادرم پول اولی آهنگ رو داد که مارتیک خونن و ارکستر گوگوش هم نشده بود. آهنگ های ریچارد رو نال میخوند تو دو سفر. این حرف ها چیه؟ آدم باید یه غیرت تعصب و چرا بیان با تاریخچه هنری رو لکه‌دار میکنن؟ اصلا اینا درست نبوده حرفاشون. و البته خب گروه من و تو هم نمیدونم حالا با من چه مشکلی دارم، من نمیدونم. البته اونا گوگوش گوگوش هن، بقیه هم که نوم روز رو میخورن. در هر صورت اینطور نبوده. و وقتی هم که مارتیک این آمدن تو گروه، آندرانیک بود و مارتیک بود و
باطف جازیش، فرامرز جازیش رو عرض کنم، بهش کامران رو. اینا که ما به امریکا رسیدیم، تو امریکا تازه من یک گیتار فندر امپلیفایر مارشال تو نیویورک برای مارتین خریدم، برای خسرو پیشگلی فلود برقی خریدم، برای آندرانیک ارگ هامون بی 3 که در دنیا 5 تا بیشتر نبود، همه اینا رو فرستادم ایران. همون ارگ هامون بی 3 امی تنظیم کننده بود که آندرانیک شد تنظیم کننده بعد از واروژان. این داستان مال قبل از تور خانم گوگوش توی فرانسه بود، چون اونجا صحبت نه، اینا تو زمان گوگوشه عزیزم، زمان گوگوش اینا مال قبل از گوگوشه، چون توی اون برنامه راجع به همکاری خانم آهنگای دو صدایی که مارتیک با خانم گوگوش خونده بود و اینا صحبت شد و بعدم یه دفعه این اتفاقات رفت کنار. آهنگ دو صدایی ما داشتیم انجام میدادیم که طلاقش شد و گوگوش هم رختی رفت کاباره ونک، یک کاباره خیلی کوچیکی بود اینجا، مارتیک اینا رو با خودش برد که اونجا آهنگ دو صدایی خون با مارتیک. ولی جدیدن یه صحبتهایی از آقای مارتیک پخش شده توی شبکه‌های اجتماعی که شما هم نسبت به اون صحبت‌ها واکنش نشون دادید. این داستان صحبت‌ها چی؟ مارتیک آخر رقمی نیست که بیاد درباره یه هنرمند بزرگمون صحبت کنه که آیا میتونه بخونه یا نمیتونه بخونه. او خود مگه کوچه خواننده هستی که نظر میتونه بدی آخر؟ این درست نیست. کسی که اصلا زندگیش مدیون من و گوگوشه، تا حالا هرچی ساخته هرچی زندگی کرده مدیون ماست. این از زمانی که گوش اومده همش با گوگوش بوده و چطور میاد بعدی گوگوشو میگه؟ اینجا شخصیت نداره، این تبش خواب خوره. اگه انسان بود شرافت داشت قدر نون نمک رو میدونست، اون کارا چیه میکنن و درست نیست. مارتیک رو شما اصلا صحبتش میکنی من خوشم نمیاد، اصلا اسمش رو بیارم ولی آوردی من هم صحبتش کردم. تو زندگیم جز حقیقت چیز دیگه ندارم. من شب که میخوابم راحت میخوابم، راحتم زندگی میکنم، نه موادیم و نه سیگاریم و نه قماربازم و نه هیچی. عشق میکنم، صفا میکنم، به عشق مردم حال میکنم. اگر یه شب هم مشروب بخوریم بخوریم مردم سلامتی، هرچی عشق میخوریم یخش هم صدا میده. ما اصالت و فرهنگ ایرونیمون داریم، قدر نون نمک رو میدونیم، قدر معرفت رو میدونیم، قدر عشق رو میدونیم. اینطوری نیست. من نمیدونم اینا چطوری بزرگ شد. اصلا انقلاب همه آدم ها عوض شده. آقای قربانی وقتی که انقلاب شد، اون مشکلاتی که شنیدم تو همون سالا برای شما مشکلات زیادی به وجود اومد و شما به زندان افتادید، دلیل اون همین انقلاب 57 بود یا به خاطر داشتن کاباره مولن روژ بود یا علت خاص دیگه ای داشت؟ یا نه، کاباره مولن روژ اصلا مطرح نبود، میامه بود مجسی. و من 6 ماه قبل از انقلاب زمان شاه ما را کردن زندان. من بودم، خرم بود، ایلغانیان بود، اوجبر یزدانی بود، وهابزاده بود، پرویز کاشانی بود. ما را کردن توی یه بند کوچیک تو قصر، زندان قصر. قویدا و نصیری و بقیه وزیران رو زندان دژبان کردن، با ما فرق داشت.
در هر صورت بعد از 6 ماه که انقلاب میشه ما میام بیرون و خلاصه داستان به جای میرسه که باز بگیر شروع میشه و خرم و همونجا که ما میفرستیم بیشه میاد پیش من و داستاناشو من گفته بودم، باز ما رو دستگیر میکنم دیگه. یک 10 ماه اول زندان بودم که 20 میلیون پدرم میاد چیز میکنم، اون موقع آذرقومی بود و هر نفری که آزاد میگرد 20 میلیون میگیره، 20 میلیون تومان. و ما اومدیم بیرون و بعد دیگه باز داستان ها چی شد، به خاطر که همکاری با کودتا کجا، ما کاری هم نکردونی، کودتا نجوم باز ما رو گرفتن و زیر شکنجه و دم و تشکیه ها دنده به 33 ماه. خلاصه داستان به جایی رسید که بعد از 89 روز تو بند 209 زیر شکنجه با سالم به خاطر کامبیز اونم آوردن، گفتم وصیتت چیه؟ گفتم که من میخوام فقط با کامبیزم صحبت کنم. گفت میدونی کجاست؟ گفتم آره، کامبیز اون خونه گوگوش بود. حالا شش ما رو بستم بردم یه جایی که دفتر بود، تلفن زدیم کامبیز، خود کامبیز گوشی رو برداشت. اون پاسداره گفت اینجا اوین کامبیز قطع کرد. بعد دفعه دوم من خودم صحبت کردم، بابا جان منم. بابا شروع کرد کامبیز گیر کردم، بابا چرا رفتی اروپا منو نبردی؟ خودم نه بابا جان، من زندان اوینم، برو بشه ماما محمود، مادر منم اسمش رو گذاشت بود همه ماما محمود، چون فرزند آخرش من بودم. بگو برای من ملافه سفید بیارن، یعنی بیان جنازه‌مو رو تحویل بگیرن چون قرار بود اعدام بشن. کامیش گریه میکرد، منم گریه هم گرفت. دیگه تلفن قطع شد و چش اونو بستن و ما رو بردن باز انفرادی. 2 ساعت بعد دیگه من رو اعدام نکردم، بردم بند 5 اونجا که همه کودتا چیا بودن. خلاصه بعد از اون داستان ها زیاده، نمیخوام وقتشو بگیریم. خلاصه با بعد از 33 ماه با سند گذاشتن میان بیرون و که داستانامونو میدونیم. میگم در مورد ویدیوهایی که از شما منتشر میشه تو کانال یوتیوبتون، یه ویدیویی راجع به آقای بهروز وثوقی است. خب به هر حال می‌خواستم بدونم که آشنایی شما با آقای وثوقی از چه زمانی بود؟ نه من ببینید، من زمانی که من و گوگوش ازدواج کردیم، پوری بنایی حتی همیشه بود تو عروسی تو عقد، چون دوست خوب گوگوش بود و با هم رفاقت داشتن. بعدم که بچه دار شد، پوری بنایی سیسمونی کامبیز و پوری بنایی آورد. گذشت، ما که رفته بودیم هر موقع هم که میرفتیم مسافرت میامدیم برای بهروز کادو میابردیم، برای پوری کادو میابردیم، همین ها بود، خیلی رفاقت ها نزدیک بود و مشکلی ما نداشتیم، خیلی هم همدیگر دوست داشتیم. زمانی که ما از نیویورک اومدیم پاریس و از پاریس من گوگوش و خسرو رو، خسرو پیشکاری رو با کامبیز فرستادم روم، من تو پاریس کار داشتم، اینا تو آسانسور تو امباسادور هتل نفش بیاونه، تو یه هتلیه به نام امباسادور هتل، تو آسانسور با بهروز برخورد میکنن و خلاصه بالا نمیرم یا پایین رزمشن، میگن که ما گوگوش زنگ میزنه میگه من رسیدم و بیا یه سورپرایز دارم. سورپرایز بهروز بود، بهروز هم صبح فردا صبحش میخواست بره مونیخ، قرار داشت با ولاعظمت اشرف. گفتم بهروز جان یکی دو رو صبر کن منم بیام ببینم، چند وقت ندیدم تو اینا. گفتم گوگوش حساب هتلش اتاقش رو بزن به حساب من،
من بیام. خلاصه بهروز هم قبول کرد. تو این دو سه روزه گوگوش گول میزنه. آه بابا اروپا چیه آدم؟ فستیوال چیه چه به درده؟ بیا بریم فیلم بسازیم چقدر پول میسازی و. خلاصه کلکر رو زد. بخیر آمد باقتی از هم اونجا شد. و بعد که من اومدم خلاصه یه شبم موند و به روز رفت. ما نفهمیدیم داستان چی به چی بود. خلاصه فستیوال کانتاجیرو جلو بود، گوگوشه میگفت نه کنم نمیتونیم بگیم نه به کمپانی آرسی قرارداد داری، بعد اینا انجام بدیم. خلاصه انجام دادیم و که همون آهنگاشو شد ترختیم. داستان به اونجا رسید که ما اومدیم ایران و یه ما آرسی وقت گرفتیم اومدیم ایران که شب اول و دوم بود، برنامه شلوغ بود که پوران رو روشنزاده میاد. داستان از اونجا به هم میخوره که گوگوش میره تو لباسکنی. ما هم جا نداشتیم. من پشت اونجایی که سویش میکنن دو تا صندلی گذاشتم، پوران رو روشنزاده نشستن. ما داد این چه گوگوش حالش تو لباسکنی به هم میخوره و خلاصه میان خبر میدن و میبریمش دکتر و دکتر بعد میگه بخوابی. حالا نگو اینا همه انگیزه بوده. چرا پوران و روشنزاده و بهروز گوگوش به هوای سلمونی میرفته خونه اینا به شهونک مواد میدادن؟ معلوم که من سر کار مشغول کار و زندگی بود. به امان گوگوش هفته سلمونی چه میدونی؟ آقا بهروز از اونجا خیانتش رو کرد. پوران هم همین حالت رو داشتن. گوگوش واقعا بود شده بود. یعنی بچه که به دنیا می آمد جای ونگ ونگ می گفت گوگوش گوگوش، چه خورد و خوراک مردم شده بود گوگوش. حسادت ها پشت حسادت خانم ها به این گرفتاری کردم. من که بعدش هم که دستور دادم منو گرفتم برای طلاق و دم و تشکیلات به داستان رو گفتم، من هم اومدم بیرون. بله ما هم ترتیب دادیم و که مصطفی تاجیک اون قهرمان کشتی بود و اینو خونش مهمونی داد که برای آشتی بدن. تو بخواهم با اکبر اینا رفتیم و خلاصه تا رسید و اکبرم با خمه زد کلاخ شو بابا شهروش کشید با این ترتیب میشد دا عکسشو برای هویدا اشرف همه فرستادیم. یک کاش عکسشو داشتم برای همه میفرستم قیصر خان چقدر آدم کثیفیه. کسی که ناموس رفیقشو به دوزه و کلک بزنه این مرده. اینو شما هنرمند میدونین؟ هنرمند باید در خدمت مردم باشه، سمبول مردم باشه، به مردم درس بده، نه خیانت بازی. این حرفا واقعا آدم رو اذیت میکنه. بله بهروز یه آدم کثیف به تمام، من هر جام ببینمش از ترس من که این طرف های من نیست همین اینجا تبدیلش میدیم. به هر حال میدونید راجب ما هیچ موزگیری نمیتونیم بکنیم، چون این اتفاقی که بین شما افتاده و معمولا خیلی قضاوت چرا منم گفتم. آره نه میدونم، به هر حال قضاوت کردن خیلی کار سختیه. در مورد اینکه اون سالها آقای وثوقی با خانم پوری بنایی یعنی ازدواج کرده بودن یا فقط دوست ساده بودن؟ اینا واقعا عاشق هم بودن، با هم نامزد بودن و قرار ازدواج داشتن. خیلی بابا نقاطی بودن. تازه پوری بنایی
پول گذاشت خداحافظ تهران ساخت به روز آورد سینما. پس رابطه شون خیلی بیشتر از این حرفا بوده. پس رابطه شون خیلی جدی بوده. داستانش زیاده. داستانشون زیاده. توی خواننده هایی که شما توی اون سالها از ابتدا کمکشون کردید که به هر حال الان هم باهاشون ارتباط خوبی دارید، چون شنیدم که آقای شاهرخ، آقای خیلی از خواننده های دیگه هستن که همچنان باهاشون ارتباط خوبی دارید، از اون سالها ارتباطتون مونده، کیا دیگه الان به خاطرتون میاد که مثلا یعنی تو اون سالها که داشتیم توی کاباره میامی فعالیت میکردید اون تیم شما باعث موفقیتش شد، بتونید اسم ببرید غیر از حالا این کسایی که اسم بردید مثل آقای داریوش و خانم گوگوش و... ببینید من با هیچ کدومش ارتباطی ندارم من قبلا کنسرت میذاشتم، برنامه کاباره تو سفرسی داشتم، به هر کی هم که پول میدادم تبلیغات رو میکردم یه همین نمیامد، برای همینم دیگه من دنبال اینا نرفتم و کنسرت دیگه نذاشتم، به خاطر که اینا با شخصیت کنسرت گذار بازی میکنن، با مردمی که میان بلیط میخرن و میرن و نمیان بازی میکنن و من قادر نبودم یه همچین کاری رو انجام بدم، برای همینم من کنسرت ها رو گذاشتم کنار رو کاباره رو گذاشتم کنار، چون من اهل تو همش اینا گرفتارم برای دیگر که من نمیخواستم قاطی بشم و نشدم هم. تو شخصت من یه چیز دیگه است، شخصت اونها یه چیز دیگه است و برای همینم قاطی نیستم، ولی از دور آهنگاشون و چیزاشون رو گوش میدم میفهمم چی به چیه، داستانها رو خوب اطلاع دارم. پس الان با هیچ کدوم از هنرمندایی که اون سالها به نوعی در میامی فعالیت میکردن دیگه با هیچ کدوم در ارتباط نیستید در حال حاضر؟ من با هیچ کدومشون در ارتباط نیستم. درسته. الان تصاویری از کاباره میامی امروز روزشو در حین اینکه داریم با شما صحبت میکنیم میخوام پخش بکنم، چون میدونید که الان اونجا هتل سیمرغ شده و هتل سیمرغه. بله. آره، الان برای شما این تصاویر رو که میبینید بهتون چه حسی دست میده که مثلا خب این هتل رو از روز اول که به هر حال شما اونجا این همه در موفقیتش نقش داشتید، الان که مثلا این عکس هتل امروز روز رو میبینید حستون چیه؟ هیچ وقت فکر نمیکنید که مثلا کاش همینقدر خوشحالم که آثار ما هنوز برقراره، همه میرن لذت میبرن، جایی هست که خوشنامه، هنوز که هنوز رستورانش به اسم میامی یا اون موتور برقی رو که ما از آلمان سفارش دادیم اومد به اسم میامی، اون زیر هنوز به اسم میامی مرغ اون منطقه میامی میداد اگه قطع میشد که ما از زیمنز خریده بودیم، هنوز اونو نتونستن عوض کنن، هنوز میامه. چقدر جالب. یادتون هستش که اصلا شروع اون میامه چه سالی بود؟ سال قبل از سال 50 بود یا؟ بله بابا. مال چه سالی بود؟ یادتون نمیاد؟ نه. پس تو دهه 40 بوده، تو دهه 50 نبوده. 55 سال میشه. 55 سال. 52 سال میشه. خودش یه عمریه. آقای قربانی، حالا ما باز خودمونم زنبه میکشیدیم، آجر می‌بردیم بالا می‌آوردیم پایین، تیرا هم می‌ذاشتیم می‌رفتیم بالا می‌آوردیم. اون موقع ساختمون بزرگ ساخته جرثقیلی نبود، فلانی نبود. با بعد وقتی با زحمت کشیدیم واقعا پاهمو خون به جورابم میزد، کار کردیم میامی رو ساختیم،
اینطوری نبوده، وابسته هیچ دولتی هم نبودیم، هیچ چیز شخصی بودیم. ولی خب ساختیم و اثرش همین که انقدر تونستیم که کاری کنیم توریست وارد مملکتمون بشه. شما فکر نکنه این خواننده‌های بزرگ اروپا و امریکا رو میآوردی، خب اینا تو سراسر دنیا حرف میزدن، توریست ایران رو شناخت، ایران توریست رو دیگه، ما طوری شده بود توریست هرچی هتل میساختیم اتاق نداشتیم، کم داشتیم. تهران روز 30 میلیون دلار از توریست پول میگره، هتلا حالا میرم خرید میکرد یا میرم کاباره یا آنتیک میخرید یا جواهر میخرید، اونا جدا. 20 میلیون اصفهان و شیراز و معشد پول میداد توریست، 50 میلیون در روز از نفت بیشتر پول در میآورد، پول توریست بود. برای همینم روش کرد ایران، تهران، ایران. داستان توریست این بود که الان نه توریستی هست نه هیچ کاری ندارم. الان هیچ وقت خیلی در مقابل کاری که میامر کردیم هیچ هتل دیگه ای نه هیلتون و نه شراتون و نه دربند همچین کارهایی نمی کرد که ما می کردیم. شما فکر همین گوگوشو که در دنیا لانسه کردی با بغلش اسم گوگوش می آمد ایران هم می آمد دیگه. چطور تمام هنرپیشه ها دیگه وقتی میگنن گوگوش میگوتن ایران. بله ما برای مملکتمون زحمت کشیدیم، عاشق مملکتمون بودیم، تو کارمون وارد بودیم، میرسیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. بقیه که این کارو نبودن. من رشتم هتل داریه، 3 نفر در ایران رشته هتلداری خوندن، آقای شیوا، آقای شکویی و من. آقای شکویی که دربند، شیوا را ما آوردیم تو میامه. دست یعنی شما قبل از انقلاب، قبل از اینکه میامه به پا بشه، خودتون اومدید امریکا درسشو خوندید و رشته هتلداری استیت کالج سان فرانسیسکو تموم کردیم. بعد پس از اول خودتون میدونستید قرار چه کار بزرگی من با 100 دلار آقا آمدم امریکا، از شاگرد گارسونی هم شروع کردم کار کردن، تحصیل هم میکردم، شب هم کار میکردم، داستاناش هم زیاده تا به اونجا رسیدیم که اومدیم با 150 هزار دلار تازه پول برگشتیم زمین پشت میامی رو خریدیم رب بالا. البته خب پدرمون هم سرمایه داد و دیگه کارهایی که کردیم دیگه. میخواستم ازتون بپرسم که بعد از اینکه شما از خانم گوگوش جدا شدی، در طول این سالها، همون سالهای اولش تا الان، آیا با هم ارتباطی هم داشتید؟ صحبتی، حرفی، یا مثلا راجب بچه ها، راجب کامبیز یا صحبتی بشه، قرار ملاقاتی بذارید؟ اصلا درباره کامبیز ما مشورت نداشتیم. خب گوگوش خودش به نظر من، برای همینم تا حالا با هم ارتباط نداشتیم، به خاطر خیانتی که اشتباه کرده. اون سالهای اول هم همینطور بود، پول بهروز خورده بود، ولی هر موقع گرفتاری داشت به هم زنگ میزد. مانند گرفتاری خونه ای که بهروز گرو میزده، 2 میلیون میگیره، میره سینما سیلور سیتی رو میخره، قلهک، 2 قسط 3000 تومن هم میده، گوگوش طلاق میده، سینما رو میرفوشه و اون پولو برمیداره میاد امریکا که
کارواش میخره و نم کوف میخره و زهرمار میکنه. قبل از انقلاب گوگوش میمونه با قصد که بهروز گردنش گذاشته، بانک داریوش بود اون موقع که نتونست بده و اساسش رو ریخته بودن بیرون و زنگ زد محمود یه همچین چیزی من میرم میرم بله گوگوش بیرون با اساسش. خلاصه باز من سفته میدم ماهی $3,000 رو من قبول میکنم، گوگوش برمیگرده تو خونش. این یکی. یه بار دیگه راجب فیلم در امتداد شب میاد میخواد بگم شش یک هفته هم کاباره اینا رو تعطیل میکنه، امتداد شب هم میاد چیز میکنه. هر کاری داشت بدون چونه چرا من براش انجام میدادم چون مادر بچه‌ام. اینجا من ندیدمش مگر یکی دو تا کنسرتش رو رفتم بلیت خریدم رفتم دیدم. همین الان ارتباط بچه ها با خانم گوگوش برقراره فکر میکنم، چون آخرین باری که با کامبیز جان صحبت کردم میگفت دخترش همچنان با خانم گوگوش میبینه و ولی نمیدونم. بعد از 4 سال الان مثلا ارتباط شروع کرده با مایا، منو با کامبیز و دارا ملاقاتی نداشته. اون دیگه حالا دسیژن خودشه نمیدونم و اشتباهاتی که میکنه یکی همین اشتباهات همین بچه ها هستن که توی این سن و سال به دردش میخورن دستشو بگیرن ببرن بالا بیارن پایین هواشو داشته باشن. بقیه مفقرهایی هستن که ریختن دورش. من اصلا تو کار هنری هم وارد نیستن و نمیدونن چی کار کنن و دارن داغونش میکنن و حیفه. داستانش اینه. چرا اون موقع خب کامبیز همیشه با قدرت پشت مادر بود، کسی نتونست چپ نگاه کنه به مادره و اینا که دزدی میکرد مچشون رو میگره و میگفت حالا هر کی هم میامد دور گوگوش سعی میکرد ارتباط کامبیز رو قطع کنن که چرا مواد مچشون باز شه. برای همین هم این رها داره این کسافتکاری کرده، مادر هم بچه هاشون دور کرده و قشنگ نبوده کارش. چرا؟ میخواد دزبازی خودش رو بکنه و آدم های خودش رو آورده دورش رو. این بچه بازی هایی که نباید بکنه. این یه سوپرستار مملکت ماست، آبروی مملکت ماست و آبرو هنر ماست. اینا اینو نمیفهمم و هر کدوم که ریختن دورش دارن میچاپن و میرن و چرا دیگه بچه هایی نیستن که دورش رو این بچه ها هستن که دستش رو بگیرن و غریبه دیگه دستش رو نگیره بخواد بره تو والد یا پران فرداش رو نگاه نمیکنه گوگوش. همین امروزش احتیاج به همین بچه ها داره با محبت با عشق باهاشن، نه که بیاد با کسای دیگه. اونا همچین کاری نمیکنن، فردا پا بیشتری بذاره حالت ها فرق میکنه. یعنی شما تصور بکنید این جدایی که الان اتفاق افتاده علتش رهای اعتمادیه؟ بله همه اطرافانشن دیگه. بله چون قبل از این داستانا تو اکثر کنسرت های خانم گوگوش ما کامبیز رو میدیدیم که در کنارشه، حتی کنسرت بی بی سی که کامبیز 15 سال برای مادر زحمت کشید، هنر خودش رو گذاشت کنار و دنبال کار مادر استیج و نور و همه کارا رو میکرد. ولی خب داستان حالا نمیدونم دیگه مسئلهش بیش از این چیه، ولی خب من به نظر من
اگر مادره باید اگر کامبریج کاری کرده بخشش، اگر کسای دیگه حرف بزنن بزنن تو دهنشون، نذاره درباره فرزندش کسی حرفی بزنه. ولی گوگوش این کارو نخواهد کرد، نکرده و نمیکنه. نمیدونم چرا، حالا هرچی هست اون به خودش ربط داره، به ما ربطی نداره. ولی من دیدم اینه که 3 تا فرزند داره، میتونه از اونا لذت ببره، با اونا معاشرت داشته باشه و هم اونا انرژی میگیره هم خودش انرژی میگیره. نه لازم کاری و اینا، ولی حالا کار نکنه و حداقل بابا دشمن که نیست، بچت فلان نیستن، اینا همه عاشقتن. والا اینقدر که اینا عاشق گوش عاشق من نیستن. شما ارتباطتون چطوریه با بچه ها؟ من خوبم، من همیشه در ارتباطم، میرم میبینم ایشون، میام و ارتباط دارم باشون. خیلی خوب. یعنی همیشه در تمام این سالها با کامبیز اون رابطه و صمیمیت بینتون حکم فرما بوده رابطتون؟ ببینید من با کامبیز بزرگ شدیم، همش با هم بودیم. حالا اون زمانای زندان با هم فقط نبودم، همه جوره بقیش با هم بودیم دیگه، چه تو فرار به ترکیه و تو ترکیه و فرانسه و کلاکایی که به کامبیز زدن دزدیدنش آوردن امریکا و همین شیربانبگی و شوهر فتان اینا. آقا گنگبازی های کثیف خارج از ایران هم زیاده. آخه چرا باید این کارو بکنن؟ این جوونی که من کامبیز رو میدونستم که یه سوپر استار خواهد شد، کامبیز استیجش خیلی بالاتر از مایکل جکسون میتونست باشه، خیلی بالاتر، چون رقصش حرف نداشت، حرکت داشت، مسلط بودن رو استیج. خب تو خونشه بود، از بچگی با مادره بوده. من بچه هم میشناسم، چه هنرمندی بود. ولی خب در لس آنجلس کشتنش. خب بعد مادر اومد دیگه کارشو گذاشت کنار، دنبال کار مادره بود دیگه. خیلی میتونه جای بزرگی در اینترنشنال داشته باشه. آقای قربانی، این ماجرای دزدیده شدن کامبیز از فرانسه به آمریکا که الان راجبش صحبت کردی چی بوده؟ من کنسرت بزرگی داشتم برای کامبیز در جنوب فرانسه. من زنگ زدم به ایرج رستمی در امریکا، شماره تلفن شوهره رو خواستم، گفت میخوام برای چی؟ گفتم خب یک کنسرت بذارم با کامبیز در کن. گفت نه با الان فتانه سرصداش خوبه، من فتانه رو میفرستم. حالا کنسرت برای 3 ماه دیگه بود. یک دفعه یه هفته بعد گفت برو فرودگاه، اینا دارن میان. الان برای چی میان؟ گفت در خیالت راحت باشه. من نمیشناختم اصلا فدانش، شیروانبگی رو من نمیشناختم. ما رفتیم، اونا من شناخته بودن، اومدن جلو، یه پسر بچه هم همراه شد. پارسه میبریمش آپارتمانی که داشتن تو پاریس، بردم اونجا و اتاق خودم هم دادم اونا خوابیدم. خودم اومدم جلو تو آل، جلو تلویزیون خوابیدم. آقا توی 3 ماه آقا ما این کار میکنیم، ما اون کار. منم برای کامبیز 12 تا آهنگ تاپ در فرانسه ضبط شد و آماده، فرانسوی، انگلیسی، ایرانی، خیلی. آقا ما میدیم الان به پارس ویدیو اینو پخش کنن و داستان زیاد بود که آقا ما حتی قرارداد بستیم برای کامبیز کنسرت سراسر امریکا، هر کنسرتی 15,000 دلار. اون موقع داریوش 1,000 دلار هم نمی گرفت. 15,000 دلار برای کار قرارداد بستیم، یه دور دور امریکا، بلیت فرست کلاس، هواپیما و هتل و همه اینا، حتی سفارت امریکا
ما رفتیم قرارداد بستیم امضا کردیم. خلاصه تو این مدت 3 ماه اینا تو خونه ما بودن تا کنسرت انجام شد. ما همه رفتیم جنوب فرانسه و کنسرت رو گذاشتیم و شب کنسرت به خاطر دوندگی های زیاد، من به خاطر قبلم شکنجه زیادی تو زندان ایبین دیده بودم، یاد آمدم تو هتل دیگه دستم تکون بخورم. خلاصه دکتر اومد و ما رو بردن که باید بریم بیمارستان. ما رو بردن بیمارستان کامبیز و شیروامگی هم با من اومدن. موقع عمل زیر چیز رو گفتن که من گفتم که شیروامگی جون تو جون بچه من اگر اتفاقی برام افتاد. گفت خیال راحت بشه. حالا ما عمل کردیم و هوش اومدیم و رفتیم اتاق بیمارستان خوابیدیم و فرداش هم اینا اومدن من دیدن. ما 6 روز که تو چیز بودیم، بیمارستان بودیم، وقتی هم آزاد شدیم رفتیم هتل دیدیم اینا هیچ کدوم نیستن. خلاصه یه مقداری پول امضا کرده بود کامبیز اینا من دادم و برگشتم پاریس. کامبیز یه نوت گذاشته بود که بابا من رفتم میشه دایی عادلم دانمارک، این شماره است. فوری من زنگ زدم، عادل گفتش که نه 2 ساعت پیش اینا کامبیز رو بردن مکزیک، از مکزیک ببرنش امریکا. حالا ما جفتمون پاسپورت فرانسوی داریم، کارسجور فرانسوی داریم، قشنگ اینا قراردادش این بود که ویزا بگیرن، با ویزا بریم بیایم. خلاصه از اونجا این کارو با کامبیز اینا کردن. کامبیز رو میارن یک کنسرت بزرگ، برای اولین بار تو شراین آناتولیام کنسرت کامبیز بود. اون موقع داریوش و ابینا توی دیسکوتکا برنامه میذاشتن. شراین آناتولیام که 6,000 نفر جمعیت داشت و بهترین جای سان فرانسیسکو بود برنامه گذاشتیم و گذاشتن و 5,000 نفر جمعیت میامد. و حالا تبلیغات هایی هم که میکردن، تبلیغات این بود کامبیز گوگوش به همراهی فتانه، هی بخواستن فتانه رو گنده کنن. پس روز استیج هم که پیش میاد میرن رو صحنه، هر موقع کامبیز میرن مردم جیغ و داد میزن، تشویق زیاد فتانه میرن، فتانه رو هو میکردن. پارسه داستان هایی که من میام که کامبیز رو برداریم بریم دیگه، اینجا گرفتار میشیم و کلی هم پول میدیم و زد و خورده شروع میشه و ما در اینجا این مشکلات رو پیدا کردیم. پس داستانش به این صورت بوده. بعد اون موقع شروع کار موزیک کامبیز پس از فرانسه استارت خوردش که بله کامبیز از فرانسه شروع کرد. خیلی هم پاپولر، موفقیت خوبی داشت. اصلا اون آهنگی که برای مادرش خونده بود، منم یادگار تو، اینا همه تو فرانسه. شعرش هم شعر قنبری، آهنگارم اریک می نوشت و تنظیم می کرد. بله سم خالی پرده پاره، صندلی های شکسته، نه یه تصویر تو در قاب، در در تالار بسته. اگه سقفمون شکسته میتونیم از نو بسازیم، میتونیم به هم صدایی به یکی شدن بنازیم. نه با قهد نور اینجا، عاشقامون خود نورم، برای دلتنگی تو همشون سنگ صبورن. گریه رو به خنده بفروش که خراب خنده هاتم، و بخون مثل قدیما که هوادار صداتم. تشنه ی نامه ی تو، منم ادامه ی تو، یادگار تو.
بعد توی امریکا دیگه اون سالها که شما اومدی تو امریکا کار کنسرت گذاری انجام ندادید، چون توی اروپا همین برنامه رو میگید خودتون مدیریت کردید. شنیدم تو اروپا اون سالها کنسرت گذاری و برنامه گذاری انجام میدادید. چی شد که اومدید امریکا دیگه این کار رو گذاشتید؟ من بهتون گفتم به خاطر که خواننده ها همین داریوش پولو میگید 5000 دلار گرفت بیاد تو کنسرت. من کامبیز بود، داریوش بود، شهرداد روحانی با 60 تا موزیسین نوشافرین رو آوردیم، فرمز اصلانی رو آوردم از لندن، همه اینا رو گذاشت به لکت بود. آقا یه دفعه دیدیم تبلیغاتمون داریوش رو برداشته. یعنی از اول هر برنامه گذاشتید اینجوری شد؟ آره آقا، دردسر شروع شد دیگه. و ما خلاصه جمعیت اومد، ولی خب کسی هم گلگی نکرد، انقدر شو قوی بود. ولی خب آدم دلگیر میشه، صدمه میبینه. حتی داریوش قرار بیاد توی فرانسه با کامبیز کنسرت سراسری اروپا رو بذاریم، فیلم سینمایی، کلی خرج کردم. گفت من گرین کارتم تازه گرفتم، من نیومدم هنوز امریکا اروپا و میخوام بیام تواز. ما 8 جا سالون گرفتیم و تبلیغات و حتی فیلم سینما سناریو دادیم. همین آقای امیررضا طاهری سناریو نوشت، داستان جالبی، عمر شریف توش بازی میکرد، روبرت حسین توش بازی میکرد، کارگردانی که عمر شریف آورده اون جلو، همه اینا قرارداد بس. بعد یاد داروش زنگ میزنه من اشتباه کردم، گرین کارت مال وجی بوده. شما حساب کن چطور از کجا اینا دستور میگردن که این کار رو بزنن زمین، خدا میدونه. شاید بدشانسی بوده، من نمیدونم. آخه مگه میشه شما هر برنامه که کسی ندونه گرین کارت عکسش کی حکی نیست؟ دروغ پشت دروغ، نامردی پشت نامردی، اینطوری بوده. خب من باورد تو کوکونات گروپ لس آنجلس این همه خواننده اومدن، آخر هفته می اومدن می خوندن و می رفتن. ما گفتیم شورا و شهران بیاد، اومدن لس آنجلس، پولاشون دادن، اومدن شب جمعه بعد میان ساعت 1 بعد از نصف شب میان که همه داشتم میرفتم. نه هیچ کس هم پول دیگه نگرفتم. خب با آبرو آدم بازی میشد. چرا محمود قربانی بذار ما هر کاری دلم بخواد بکنی؟ نه منم دیگه قهر کردم یه اصلا گفتم با این هنرمندا که شخصیت دادن و هنر رو بی احترامی میکنن، من دیگه کاری نخواهم. برای همینم کنسرت ها رو گذاشتم بیرون. الان مثلا کنسرت ها در اون ساعتی که باید در روز انجام بشه اینا نمیکنم. هر که خودش برای خودش کنسرت میذاره. اگه پارکینگچی هم از شکم ننش در مورد پارکینگچی شده کنسرت گذار شده. کنسرت عظمت دیگه داره، کاباره یه عظمت دیگه داره. استیج دیزاینر میخواد، فلان میخواد، فلان میخواد، تمرین میخواد. اینا همون روز سالون میگیرن، همون روز تمرین میکنن، همون روز هم میخواد صحنه بذارن. اکسترا روزی رو نمیگیرن که استیج زده بشه، تمرین بکنم و خواننده با راحتی بره رو صحنه. میخواد همون روز همه کارا انجام بشه. خب معلومه صدا خرابه، نور خرابه. آقا نورا باید آهنگی که خواننده میخونه نورا در همون حالت باشه. اگه عشقی میخونه نور عشقی باشه، غم باشه غم باشه، شاد باشه شاد باشه. اینا رو نمیدونن. اینا اطلاعاتی تو این جریان ها ندارن و همینطور یکی پولشویی میکنه، یکی نه کنسرت میذاره نه میخواد پول اون رو تمیز کنه این رو. این کسافتکاری ها زیاد این هست در برنامه های لس آنجلس.
آقای قربانی، من سر زده بودم به پیج یوتیوب و اینستاگرام شما، داشتم کامنت های مردم رو میخوندم. خب یه عده هستن که از مصاحبه و صحبت هایی که شما هر از گاهی ویدیوهایی که میذارید توی یوتیوب، خب یه عده هستن که جزء طرفدارای شما و میان از ویدیوها و خاطرات یه عده هستن چرت و پرت میگن، یه عده هستن چرت، آره میخوام بدونم که اینا میکنن. میخوام بدونم اون یه عده منتقدی که میان همیشه مینویسن که آقای قربانی شما چرا مثلا راجع به مسائل خصوصی مثلا فلان هنرمند یا مثلا آقای داریوش یا خیلی از هنرمندهای دیگه صحبت میکنید، علت یا مثلا خودشونو هوادار این؟ من اولم بهتون گفتم علتش تاریخ هنریه، کی از کجا به کجا اومده و چی شده، وگرنه من خصومتی ندارم، از سریع نمیخوام، دارم پولی میسازم روی این برنامه، نه ایچی. من تاریخ هنری رو دارم میگم، کی از کجا اومده به کجا رسیده، چقدر زحمت کشیده شده و چقدر کار شده و چقدر سرمایه گذاشته شده. حالا بعضی نمیفهمن، به خودشون ربط داره، کلاسشون اینه. من دارم واقعیت های تاریخ رو میگم، حالا میخوام شماها قبول کنید نکنید، به خودتون ربط داره. درسته. در کنار این صحبت های وقتا دلسوزی ها و مهربونی های هم توی ویدیوهای شما هست. مثلا چند وقت پیش دیدم یه ویدیوی برای آقای مایکل گذاشته بودید، یه وقتایی دیدم از همین صحبت مارتیک انتقاد کرده بودید، یا اینکه فقط هم اینطوری نیستش که مثلا ویدیوهای شما انتقادی باشه، خیلی وقتا هم حالت عاطفی پیدا میکنه. آره من همه چی رو عاطفی میگم، حقمه، چون همه اینا رو من بزرگ کردم و باید درست صحبت کنن، راستگو باشن و تاریخچه هنری رو لطمه نزنن. دسته درسته. به هر حال مصاحبه خیلی خوبی داشتیم با شما، راجع به مسائل مختلف صحبت کردیم. اگر فکر میکنید تو انتهای برنامه موردی هستش که به اون نپرداختیم، تو انتهای صحبت ها اگر فکر کنید مطلبی جا افتاده و دوست دارید با بیننده های ما مطرح کنید در انتهای صحبت. من خیلی ممنونم از شما، خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم. من فکر کنم این اولین و آخرین مصاحبه باشه با شما، و بهتره که شما الان با مصاحبه هایی که با کامبریج میکردین بیشتر ادامه دید، چون اون الان به نفع شما جوان هاست و خیلی چیزها رو میدونه که نمیگه تو هنر. و از همه تو خداحافظی میکنم. 100% همینطوریه. قربون شما، ما کامبیز عزیز رو دوست داریم و مصاحبه خیلی موفقی باش داشتیم. توی اون مصاحبه هم خیلی راجع به شما صحبت شد، حرف شما پیش کشیده شد، به خاطر همین دوست داشتیم به بهانه همون با شما هم صحبت بکنیم. کامبیز هم یه پسری ورزشکار با مرام، با عاطفه و با حقیقت صحبت میکنه و انشالله که بتونیم که داره برند ورزشی شم میده بیرون، علاوه لباس ورزشی، که انشالله خبرها رو خواهیم داشت. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار. شوق رفتن در نگاهت
Darling, take it.